اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قرآن در سوره مائده اوائل سوره مائده یه داستانی رو در مورد فرزندان حضرت آدم نقل میکنه. شروعش با این جمله است که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، که خلاصه داستان اینه که فرزندان حضرت آدم، حالا اسمشون تو قرآن نیامده ولی میگن هابیل و قابیل، هر دو قربانی کردند، از یکی پذیرفته شد از دیگری پذیرفته نشد. اونی که قربانیش پذیرفته نشد حسودیش شد نسبت به اونی که قربانیش قبول شد. و روی این جهت به برادرش گفت که میکشمت. قرآن از این به بعدش وقتی بیان میکنه حال کسی که از حسادت مبراست، یعنی گرفتار جهنم حسادت نیست، ولی فعلا از حسادت مبراس و پیراسته، اما مشکلات دیگه‌ای داره. قرآن داستان‌هایی که نقل می‌کنه بیان این حقیقت هست که بالاخره بشر اومده تو این دنیا برای اینکه روز به روز شرایط بهتری پیدا کنه. یعنی بحث رشد، خدا هممون رو آورده، روز اول هم همه پیاده ایم. قرآن میفرماید الله الذی خلقکم من ضعف، روز اول همش ضعف، انواع و اقسام ضعف. اینم که میگه خلقکم من ضعف، نه اینکه ضعف یه چیزیه که ما رو از اون ضعف آفر، نه، یعنی شروع کار همه از صفر. ولی رشد که میکنیم، هر کسی افق رشدش تا یه اندازه ای هست. قرآن مقاطع مختلف رو بیان میکنه که بشر آمده قله های رشد رو طی کرده، ولی هر جا صحبت از قله رشد میشه یه ضعف هایی هم وجود داره. اینو خیلی بهش توجه نمی کنیم. یه چیزی رو
عموم مفسرین اینایی که بالاخره به قرآن پرداختند بهش توجه نکردن، شاید میخواستن هم توجه کنن ولی فضا فضای توجه نبوده، چون بنا نیست که هر کی هر چی فهمید بگه، چون مدیریت میشد دیگه، مثلا هر کی هر کی که نیست، کسی میخواد تفسیر کنه باید اجازه بگیره. خب یه داستانی رو نقل میکنن، میگن که تو مسجد شاه تهران عذرخواهی بکنیم اول بی ادبی جسارت خدمتتون، ولی گفتن که اون زمانی که آب لوله کشی نبود، من اون زمان تهران بودم و یادمه، و بالاخره هر کی میخواست معذرت میخوام دستشویی بره، آفتابه بود، آفتابه رو برمیداشت و میرفت، کلی آفتابه بود و میرفتن. بالاخره گاهی هم یه کسانی بودن اونجایی که آفتابه ها رو آب میکردن و یه بند خدایی بد جوری محصور شده بود و بهش فشار میومد، و پرید و یه دونه از این آفتابه ها رو برداشت و رفت دستشویی. همطور که برداشت که بره، اونی که بالا سر آفتابه ها وایساده بود و کجا؟ گفت که چطور؟ گفت که اونو بذار زمین. زمین گفت اون یکی رو برد. گفت چرا؟ گفت من اینجا برای چی نشستم؟ هر ده حسابی فکر کردی مثلا هر کی باید اجازه بگیره، فرقی نداره، ولی بالاخره ما اینجا برای چی نشستم؟ حالا نه اینکه بشر دوست داره همطور کشکی ریاست کنه تا خالی بشه، به هر بهانه ای دوست داشتن که بگن همه چی دست ماست، اگر کسی میخواد کاری بکنه باید با اجازه ما، مخصوصا که اگه بخوان برن سراغ قرآن، بعد هر کسی قرآن رو هر جوری خواست بفهمه، که اون وقت اصلا فاتحه ما خونده است، لذا یه حیطه ای داره. یعنی بشر دیگه، دیشب عرض کردم خدای متعال به همه ما یه دستگاه حقیقتیاب داده، همین که میتونیم فکر کنیم، فکر دستگاه حقیقتیاب، یعنی آدم ها رو ولشون کنیم، به قول بعضی ها متاسفانه فکر میکنن، وقتی هم فکر کردن خب فکر ناخودآگاه یه چیزای تازه ای رو به آدم نشون. ولی خب حق نداشتن قرآن رو هر جوری میخوان تفسیر کنن. اینکه میگم حالا هر جوری میخواند، یعنی لااقل هر جوری که میفهمند. یه وقت آدم دلش میخواد، عشقش میکشه که قرآن رو یه جوری تفسیر کنه که به نفعش باشه، یه وقت نه واقعا میفهمه دیگه. خدا این سیستم فکر رو به ما داده، این دستگاه حقیقتیابو داده برای اینکه بفهمیم. بعد حالا این حرفای خیلی هم ساده روشن، به قول یه بزرگواری میفرمود اینقدر خدا ساده حرف زده که من نفهمم میفهمم، یعنی فهمش اینقدر پیچیده نیست، کافیه که فقط آدم مرض نریزه. معذرت میخوام با این عبارت عرض میکنم، مؤدبانه نیست، ولی فقط کافیه که آدم مرض نریزه. مرض نریزیم خوب میفهمیم. ولی بنا نبود هر کی هر چی میفهمه بگه، مدیریت میشده. الان کاملا معلومه، ولی کسی
مراجعه کنه به قرآن، ببینه قرآن رو تا حالا چجوری تفسیر کردن، کاملا براش معلوم میشه که اون شیش قرنی که بنی امیه و بنی عباس سر کار بودن بیکار ننشسته بودن، خیلی مراقب بودن کسی قرآن رو اونجوری که میفهمه تفسیر نکنه. الان کاملا پیدا، تفاسیر مراجعه کنید کاملا پیداست که قرآن رو هر کی هر جور هر جوری که میفهمیده تفسیر نکرده، هر جوری که بهش گفتن تفسیر میکنه. حالا گاهی هم خودش متوجه نبوده که بهش چی گفتن، ولی لااقل همین که هوش کنن دستش بگیرن که نه اینجوری نیست. خب چه جوریه؟ حالا اونجوری که ما میگیم. حالا رو این جهت عرض میکنم که اگر به داستانهای قرآن مراجعه کنید، قرآن احوالات انبیا رو بیان کرده، احوالات انسانهای حکیم، چیز فهم، به درد بخور، بی غرض و مرض رو بیان کرده و طبعا مقاطع رشد و کمال رو تو جامعه بشری روشن کرده که مثلا یه روز اوج بشر رشد یافته این بوده. ولی ظرافت قرآن این است که ضمن اینکه نقاط مثبت رو بیان کرده، نقاط ضعف هم معلوم میشه. معلومه که مثلا یک کسی مثل موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام، خب یه پیامبری است، پیامبر اولوالعزم هم هست، خیلی هم وارسته بوده، ولی بالاخره تا پیغمبر اکرم خیلی راه هست. جواب جسارتا شما فرمودید که دوستتون مستمیده آدمی که حالا یه خورده از فهمی پایینه هم قرآن رو متوجه میشه. جلسه پیش شما فرمودید که قرآن نیاز به توضیح داره. بله. خداوند پیامبر رو فرستاده که توضیح بده و ما نیاز داریم که خب این دو تا حرف شما رو من با همدیگه متوجه بشیم. بله. نه میگم اگه قرآن رو مراجعه کنیم، خودمون برداشتی که میکنیم هست، توضیحات پیغمبر اکرم رو هم میخواد اضافه بر اون چی خودمون میفهمیم. بله. که قرآن بسیار ساده و روشنه. بله، نه همش. روشنه. نه، هر جاش که بنا شده برای این که تا میشه مطلب رو ساده کنه، ولی یه وقتای مطلب خودش خیلی بلنده و نیاز داره به این که آدم از یه رشد کافی برخوردار باشه که یه حقایقی رو متوجه بشه. یعنی بنای قرآن برای این است که فقط و فقط ساده حرف بزن. چرا؟ چون بناست بالاخره آدم ها متوجه بشن. ولی از باب این که یه مراتبی وجود داره برای فهم انسان، اون اوج درک و فهم که دیگه میشه نهایت رشد و کمال، اون در پیغمبر اکرم بوده. لذا خدای متعال تو قرآنش میگه که ایشون توضیح بده که شما دستتون رو بدید تو دست پیغمبر اکرم، با همین فهم ساده خودتون به اون فهم والای عمیق رشد یافته هم دست پیدا کنید. هر دوش درسته، همینطوره، هم ما میتونیم راحت به یه حقایقی برسیم، هم اگر بخوایم توی این فهم و درکمون اوج بگیریم به تای فهم و درک برسیم، یه کسی مثل پیغمبر اکرم که کاملا خالی از هر گونه غرض و مرضی است. شما ببینید حالا ماها، عرض کردم، میگم اگر مرضی نباشه، ولی خب انگار هست. حالا توضیح میدم تو همین داستانی که میخوام نقل بکنم که چه مرضهایی هست حواسمون نیست. یعنی آدمی است که واقعا سالمه، واقعا مریض نیست، ولی یه ضعف‌هایی درش وجود داره، خودش هم حواسش نیست.
راه راه تو تعاملاتی که با آدم ها داریم، تو مجالست هایی که می کنیم، هم نشینی هایی که داریم، با کی می نشینیم، تأثیراتش رو این هم نشینی ها داره. لذا اگر یه ظرافت های معلوم بشه و می فهمیم که مثلا چه مشکلاتی وجود داره، من این داستان رو بگم یه بخشیش روشن میشه. قرآن میگه که وقتی قابیل به هابیل گفت که میکشمت، هابیل در جوابش گفت که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. گناه کن تو مثلا چاقو کشی، من نیست. تو شکم سفره میکنی، من نیست. تو اگر دست تو دراز کنی برای اینکه منو بکشی، من هرگز دستمو دراز نمیکنم برای کشتن تو. تو اونی، من این. اولش توجه به این نکته بشه که مقابله به مثل نه. تو این قرار بشه هر کسی هر کاری که ما مثل او عمل کنیم، ما هم که مثل او شدیم. من همین جوری فحش نمیدم، ولی فحش بدن فحش میدم. یعنی کسی بره پایین، من دلم نمیاد تنها باشه تو پایین رفتن، منم باش میرم. او شد فحاش، حالا یعنی مردم فحاش بشن من نشم، خب حیفه. با چه محاسبه ای میگیم مقابله به مثل؟ گفت که با هیچ کی مثل خودش رفتار نکن، با هر کسی مثل خودت رفتار کن. چون اگه میخوام با هر کسی مثل خودش رفتار بکنم، بعد میگردم دیگه بدترین رو پیدا کنم، مثل خودش رفتار میکنم، من میشم بدترین. که اون تو بدترین بودن تنها نباشه، از غربت در بیاد. این خیلی جالبه، قرآن بیان میکنه راجع به هابیل قابیل، میگه که داستان این بود، گناه کن تو آدم کشی، من نیست. این یه قدمه، خیلی هم مهمه. هنوز که هنوزه تو دنیا خیلی از خوبامون، خیلی از برجسته هامون حالشون اینه، میگه مقابله به مثل. بعدم فهم کنیم، بعد میگه دیگه نمیشه کارش کرد، بالاخره باید یه کاری بکنیم. بعدم توجیه میکنیم، یه حکمتی هم براش میتراشیم، فلسفه براش درست میکنیم، میگیم بالاخره باید بازدارنده باشه. حالا اینم یه کلمه حرفه، بازدارنده باش. وقتی مثل خودش رفتار کردیم و میفهمه که یه من ماست چقدر کره داره، برای خودمون فلسفه بافی میکنیم که یه وقت خدای نکرده ما عقب نیافتیم از اونی که رفته پایین، ما باش بریم پایین. ولی خب نه، حالا یه وقت آدم اینقدر حواسش هست که آقا او رفت پایین، من نمیام پایین. او فحش داد، من حاضر نیستم فحش بدم. او قاتله، من حاضر نیستم قتل مرتکب بشم. او هزار نفر رو هم از عزیزان من بکشه، من یه دونه حاضر نیست. خدا عمرش بده. هم جا این یک کلمه رو عرض کنم، آقای سیستانی در عراق تو اوج اون کشت و کشتاری که بین شیعه و سنی تو عراق را انداخته بودن، ایشون جمعی از علمای اهل سنت رفته بودن پیششون و صحبت گفت. ایشون تعبیر کرده بود به این که اگر 1,000,000-2,000,000 از ما شیعه ها رو بکشن، ما حاضر نیستیم حتی یه نفر سنی رو در قبالش بکشیم. تو بحث شیعه و سنی حالا دعواها، نه آقا ما میکنیم، آقا برای چی؟ او هم اگر اشتباه کرد که بنا نیست ما اشتباه کنیم. این مهمه که لئن بسطت الی یدک لتقتل، تو میکشی، من قاتل نیستم. و همین، نه قرآن ادامه میده، قرآن میفرماید که فقط این نبود، هابیل به قابیل یه جمله دیگه گفت، گفت انی اورید، این مهمه، ان تبوع
به اسمی و اسمک، فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین. من میخوام که گناه من و گناه تو هر دو، تو هم بار من رو به دوش بگیری هم بار خودتو، بعد نتیجتاً تو بشی اصحاب نار. بعدم یه وذالک جزاء الظالمین، جزاء ظالمین همینه دیگه. خب یعنی چی؟ نمیدونم. تو از این نظر که نمیخوای مثل او پایین بری خیلی خوب، ولی نمیخوای دستشو بگیری. ابی عبدالله اومد کربلا، همه چیزو تو کربلاش توضیح داد. که دیشب عرض کردم، دیشب یه فهرستی دادم برای اینکه بدونی توی خیلی فازا باید بریم عاشورا رو بررسی کنیم. اینه مثلا چیه این عاشورا که میگن آقا چرا ولش نمی کنید؟ داستان کشت و کشتار نبود؟ دو تا مجموعه به هم افتادن، درگیر شدن، حالا مثلا اقلیت و اکثریتی بود، بعد نتیجه دعوا، درگیری، تخاصم، اینجوریه داستان. بعد میگه آقا ظلم، ظلم ستیزی. ابی عبدالله ظلم ستیزی رو به جامعه بشری آموخت. خیلی ابی عبدالله رو میاریم پایین وقتی اینجوری میگیم ظلم ستیزی. اونی که عاشورا رو منحصر به فرد کرده، یعنی گویی حواسمون هم نیست. مثلا حالا میایم میگیم، ولی من میگم وقتی یه کسی میاد بی تعصب از ما سوال میکنه حالا این عاشورای شما چی داره که اینقدر بلدش کردید، چرا ولش نمی کنید؟ آقا بحث ظلم، خب حالا این همه ظلم تو عالم میشه، ول کنید. یه داستان تاریخی رو هی زندش نگه میدارید شما. آی یه دونه است، اگه بدونیم چیه معلوم میشه یه دونه است، اصلا دومی نه. و یه نکتش تو این منحصر به فرد بودن، تک بودن، اینه که ابی عبدالله بدخواه نبود، بدخواه هیچکی نه. ولی خیلی ها که اوج هم گرفتن، خیلی بارا رفتن، هنو به اینجا نرسیدن که نباید بدخواه کسی باشن. یه ذره سختمه خیلی چیزایی رو که قرآن بیان میکنه راجع به انبیاء عظام، چون انبیاء خیلی بالا رفتن، ولی هر چقدر هم بالا برن تا پیغمبر اکرم خیلی راهه. و امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی وقتا میگفتن آقا مثلا چرا فلان کارو میکنید، میفرمود که دیدم پیغمبر این کارو میکرد، میترسم از پیغمبر عقب بیفتم، خفت و الله الحقبه. این حالا عقب افتادن یعنی چی؟ آقا عقب بیافتیم نمیتونیم دست جامعه بشری رو بگیریم. تش این بحث شخصی نیست. اگر نسخه ای رو که پیغمبر اکرم برای درد بی درمان جامعه بشری داده و اینجوری نشون داده که خیلی هم راحت میشه دردها رو دوا کرد، اصلا درد بی درمان نداره، اتا شما نسخه لازم داره. که نسخش این است که شما بدخواه هیچکی نباشید، برای همه خیرخواهی کنید، حتی برای شمر.
برای همه خیرخواهی کنید، حتی برای ابن ملجم، برای همه خیرخواه باشید، حتی برای ابو سفیان. خیرخواهی بابا اونم آدمه، آخه درکش بکن. حالا حواسش نیست، به هر دلیلی پیاده است، زمین خورده است، تو نمیخوای دستشو بگیری. اینی که قرآن از قول جناب هابیل سلام الله علیه رفته بالا، به همین دلیل میگیم سلام الله علیه. ولی چقدر بالا رفته. خیلی راحت این جمله رو عرض کنم که قرآن کریم از قول موسی کلیم، اینی که میگم سختشون مفسرین بپذیرن، اینه از قول موسی کلیم نقل میکنه که موسی کلیم دستشو برد به سمت آسمان. خیلی ها مثلا میگن آقا این دعاهایی که تو قرآن انبیا کردن ما بکنیم. اصلا دعای خاصی بکنیم فقط بدیم اهل بیت، فقط اهل بیت. حالا میگم خدمت قرآن از قول موسی کلیم نقل میکنه که موسی کلیم در مورد فرعونیان دستشو برد به سمت آسمان بلند کرد، ربنت مس الا اموالهم وشدد الا قلوبهم فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم. اگر این آیه رو ببینیم وقت میگیم السلام علیکی یا ابا عبدالله. ابی عبدالله واقعا محشری. ربنا اطمس علی اموالهم یعنی چی؟ حالا فقط به دلیل اینکه اینها اهل تفرعونن، بله وقتی هم مالی داشته باشن در مسیر تفرعون و زورگویی و استکبار است. ولی ربنا اطمس علی اموالهم، بعدیش وشدد علی قلوبهم. وشدد علی قلوبهم دلهای اینها سخت بشه. فلا یؤمنو ایمان نیارن حتی یرو العذاب العلیم. خب چرا؟ و امیر المومنین سلام الله علیه تو صفین وقتی میبینه اصحابش دارن به اصحاب معاویه فحش میدن فرمود که انی اکره لکم ان تکونو سبابین، من دوست ندارم به اینا فحش بدید. گفتن آقا پس چیکار کنیم؟ فرمود دعاشون کنیم. کیو دعا کنیم؟ اصحاب معاویه و معاویه. اشکالی داره ما دعا کنیم؟ بگیم خدای مثلا دست ما رو گرفتی، دست اونا رو هم بگی، یه راهی درستی رو ما پیدا کردیم اونام پیدا کنن. مثلا این اشکالش چیه؟ خدا همه راه رو پیدا کنن، هیچ کی بی راه نره. مثلا اشکالی داره این حرف؟ این اشکال چیه؟ نه ما خیلی خوبیم ولی بعضی ها خیلی عوضی هن. خب حالا مثلا خوشحالی که یه ده عوضی هن و میخوای همجوری باشه یا بناس که این عوضیگری تمام بشه؟ امیر رو میفرمو دعاشون بگو خدایا اللهم احقن دماءنا و دماءهم، هم خون ما ریخته نشه هم خون اونا ریخته نشه. وحدهم اینا رو هدایت کن الی طریق القویم. من تو همین قوم یه جلسه ای که جمعی از علما و فضلا حضور داشتن انقدر سختم شد، بالاخره حرفم رو زدم ولی خیلی سختم شد، یعنی با اعمال شاقه راجب این دعایی که ما رمزونا فرابون هم ما راجبش صحبت کردیم. کوتا پیغمبر اکرم یه دعایی کرده، معلوم مال پیغمبر اکرم، که اللهم ادخل علی اهل القبور السرور،
یه صحبت مغفرت و اینها هم نیست. راجع مغفرت حالا بحثی هست. که مثلا طلب مغفرت بکنی برای کسانی میشه نمیشه بحث داره. یه وقتا من اشاره کردم تو بحثم، حالا نمیخوام الان واردش بشیم. ولی اینجا پیغمبر اکرم میگه اصلا خدا همه اهل قبور مسرور بشن، خوشحال بشن، خرسند بشن. اهل قبور کیان؟ اهل قبور اهل قبور هندی دیگه. فرعون هم هست، شمر هم هست، ابن ملجم هم هست، هر کی شما در نظر بگید تو این عالم هر چقدر هم اوضاش بید، این همه هست اهل قبور. اهل قبور هیچ استثنایی هم پیغمبر نفر. خوشحال بشین. خدا من پیغمبر این داره پیغمبر اکرم به همه عالم میگه من اینم، من دنبال اینم که حتی اونایی که رفتن، حالا اینا که هستن که رو شاخش، اما اونایی هم که رفتن هیچ کسی غمگین نباشه، همه رو خوشحال کن. ادخل علی اهل القبور اسرا. من از منبر اومدم پایین تو اون جلسه ریختن. یعنی چی؟ بالاخره یه افر ما من آم من الا وقت خس. بالاخره هر عمومی یه تخصیصی داره، یه یعنی کلی که نیست. پیغمبر اکرم تخصیصی نه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اصلا اشکالی داره ما بخوایم همه شاد بشن، هیچ کی تو غم نباشه؟ تو جملات بعدیش هم هست فرج عن کل مکروب. هر انسان مکروب، غم زده، غمگین، اندوهناک، حالا من اصلا من آرزوی قلبیم اینه که هر چی غم از بین بره، اصلا هیچ غمی نباشه. اما دیدی شب عرض کردم قرآن میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اولیای پروردگار اونایی که با خدا رو هم ریختن، با او دوست شدن، دیگه نه از کسی میترسن، از چیزی میترسن و نه هیچ غمی سراغشون میاد. خودشون غمگین نمیشن. اینجا پیغمبر اکرم میگه هیچ کی غم نداشته باشه، نه اینکه من غمگین نشم، خب این که معلوم، ولی هیچ کی غمگین نباش. ابی عبدالله دنبال این بود، هیچ کی تو این عالم غمگین نباش. حالا یه عده‌ای حالا هر کاری هم کردن، هر مقدارم که پایین رفتن، هر چقدر هم ظلم کردن به من، ولی من دوست ندارم به اونها ظلم کنم، همین، نه، دوست دارم که اونها هم نجات پیدا و برای نجات اونها حاضرم همه کار. بعد از شهادت ابی عبدالله سلام الله علیه، ابی عبدالله دیگه انقدر برای همه و همه محبوب شد که هر کسی، هر حزبی، هر انجمنی، هر سازمانی، هر گروهی، هر تشکیلاتی برای محبوبیت خودش میگفت حسین. ابی عبدالله رفت تو بورس همه برای اینکه عزیز بشن در میان مردم، دم از ابی عبدالله میزن. ولی یه جمله است تو زیارت اربعین امام صادق، زیارت اربعین رو امام صادق فرموده، بعد این بالا هم اینجا هم نوشتن که قبلش داره که فأعذر فی الدعا و منح النصح و بدل مخجته فیک لیستنقذ عبادک
من الجهاله و حیرت الضلاله. یعنی ابی عبدالله امام صادق میگه نکنید، میگن حسین، خب حسین کی بوده؟ میگه بذارید من بگم، چون هر کی هر جوری عشقش میکشه داره حسین رو ترجمه میکنه، حسین رو تفسیر میکنه. همه میگن حسین، ولی هر کسی داره حسین رو به نفع حزب خودش، به نفع ایده های خودش، آرمان های خودش مصادره میکنه. تو اون شرایط که هیچکی به هیچکی نبود یا هر کی هر کی بود، امام صادق فرمود نه، ابی عبدالله یه کاری کرده هیچکی نمیکنه، و اگه بدون من چه کاری کرده بعد دیگه مجبوریم حزبمون رو تعطیل کنیم. ولی خب با اصلا یه حزب رو راه انداختیم، برای اینکه اعتبارم پیدا کنه میگیم حسین. امام صادق میگه اون حسینی که شما ازش نام میبرید اون اینجوری بود. یعنی همین الانش که یه مرتبه مثلا 30 میلیون 35 میلیون جمعیت آمار میدیم میرن کربلا، حواسشون هست که ابی عبدالله اینجوری بوده؟ اگه حواسمون نباشه که اون وقت پس چی؟ مثلا این همه رو برای چی میدیم؟ که ابی عبدالله حاضر شد خودش محجته اون خون قلب خودش رو داد. برای چی؟ برای اینکه همونایی که قوطه ورن تو جهالت و سرگردانن تو گمراهی، همونا رو نجات بده. حالا نه کیان که شما میخواید؟ ابی عبدالله شما میگی کیان؟ از نظر همشون برای من ابی عبدالله عزیز، من حاضرم، من ابی عبدالله که شما مثلا خیلی راجع به من بزرگ فکر میکنید، احساس میکنید من ابی عبدالله دیگه آخرشم، آخر عظمت، آخر شکوه، آخر بزرگی، بزرگواری، آخر کرامت نفس. میدونی آخر کرامت نفس چیه؟ اینه که همینا که به هر دلیلی جهالت میکنن، شما انقدر براشون ارزش قائل باشی که حاضر باشی اینا رو نجات بدی. حاضری؟ مسیر ابی عبدالله رو بخوایم بریم، همه عزیز میشن و بعد به عزت همه بیاندیشی، چون ابی عبدالله به عزت همه میاندیشی. آقا شما خون خودت و خون یک عزیزانی مثل قمر بنی هاشم، علی اکبر، قاسم ابن الحسن، اون اصحابی که خودت فرمودی ما رأیت تو اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، تو تمام کل جامعه بشری اصحابی با وفاتر، روبراتر، به درد بخورتر، نازنینتر، بزرگوارتر از اینا نمیشه پیدا. و خون اینا رو خرج چی داری میکنی؟ خرج آدمای جاهل، برای اینکه آدمای جاهل رو من از جهالت نجات. حالا آدمای جاهل چقدر میارزن؟ ابی عبدالله میگه خیلی میارزن، خودشون حواسشون نیست که چقدر میارزن. یزید خودش نمیفهمه چقدر میارزن، معاویه هم خودش نمی، شمر هم خودش نمی فهم. چرا؟ چون قرآن راجع به تک تک ما آدمو گفته و نفخت و فیه من روحی، راجع به تک تک آدمو گفته ولقد کرمنا بنی آدم، آدمو خیلی عزیز. اینجاست که پیغمبر اکرم فرمود الناس لما آد، مردم همه معدنن، خوب و بد، نفرمو مؤمنون، نفرمو المؤمنون معادن و آدم های مؤمن معدن، نه، میگه الناس، مردم، یعنی هر کی جز الناس، ناس یعنی مرد، یعنی همونایی رو که ما خیلی به حسابشون نمیاریم یا گاهی اصلا به حسابشون نمیاریم. آقا مثلا این کیه؟ حالا ما
فراوون سر شما رو درد آوردیم، لاقل بالای دو تا مارم از اونو نصفی با جلسات دیگهش ما سر شما رو درد آوردیم تو این فاز که بگیم بابا خدای متعال هر چی خلق کرده مثل خودش با عظمت است، با عظمت می آفریند. بی همتاست، بی همتا می آفریند. گاهی مثلا میگیم فلانی دومی نداره، آقا هیچکی تو این عالم دومی نداره، هیچکی. به نظر مثلا میگه آقا فلانی، پیغمبر اکرم میگه برو تو نخش، این که مال خودش نیست، اینو او آفریده. اگه او آفریده یعنی پشت آفرینش او بی نهایت حکمت. حالا آدم ها که جای خود یه پشه، اگه بدونید خدای متعال بی نهایت حکمت تو آفرینش یه پشه، یه مگس، یه سوسک. حالا میگه من خوشم، خب شما پیاده ای، شما خوشت نمیاد. ولی پیغمبر اکرم تمام ذرات عالم رو دوست داشت، عاشق بود، میپرست. من دیشب از امیرالمومنین یه جمله فرمود، همه اقالیم سبعه، کل آفرینش رو دست من بدن، حاضر نیستم یه پوسته جوی رو از دهان یه مورچه جدا کنم. یعنی این مقدار، نه اینکه مورچه رو له کنم، اون که معلوم، نه به اندازه اینکه حال یه مورچه رو اینقدر بگیرم که پوسته جو رو از دهنش بگیرم دوباره بهش بدم. عرض کنم بس که نشستیم سر سفره غذا، قاشق رو برداشتیم می‌خوایم بخوریم، یه کسی قاشق رو یه لحظه بگیره بذاره زمین، بگه آقا بخور، یعنی طرف خیلی بد خواب بود، خوابش نمی برد و بالاخره با یه بدبختی خوابش برد. رفیقش صدایی زد گفت فلانی فلانی، گفت خوابیدی؟ گفت بخواب. مرد مریضی، من اصلا خوابم نمی بره، حالا بعد از بدبختی، کلی بدبختی خوابم برده، حالا من خوابیدی؟ آره آره. بخواب. خب دیگه خب نمیتونم بخواب. حالا نه فرض کنیم یه آدمی هم که خیلی خوش خوابه، که عالم رو آب ببره او رو خواب میبره، از خواب بلندش کنیم میگم خوابیدیم، بخوابه، اونم بعدش هم دوباره بخوابه خور رو پر. ولی این حالگیریه دیگه. امیرانه میگه من حاضر نیستم یه مورچه رو اینقدر حالشو بگیرم. یعنی مثلا شما حواستون هم مثلا میگه آقا من مثلا فریاد میزنیم علی علی علی، امیرانه میگه نکن اسم منو میخوای بیاری، نه مشکل نداره، ببین اسم بردن مشکل نداره، ولی میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا من او رو معیار قرار، اونو میگن آدم. گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، به بقیهش هم من نمیگم. مثلا بیخیال، آه یه مور، یه ذره ای از ذرات عالم خدای متعال میگه من آفریدم. و میگم اینا رو عرض کردم میخوام یادتون نره. ببینید میگم یه دونه ظرف رو برمیداری پشتش نوشته مثلا made in فلان، یه شرکت معتبر توی دنیا که یه برندیه، اینه اینجوری، مثلا کریستال فرانسه، مثلا یه جوری راجعی صحبت. خدای متعال میگه من رو هر ذره ای از ذرات این عالم نوشتم made in الله، کار منه و کار من حرف نداره. حالا شما متوجه، خب برو متوجه بشو، برو یه ذره ببین من کیم. و من که همینجوری میگم، تو قرآنش میگه الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی آفریده زیبا آفریده. بعد میگه مثلا ابلیس، خب ابلیس هم خدا آفریده دیوان، خدا میگه من آفریدم تو دست کم نگیری. یه خب حالا ابلیس که بالاخره بیراهه باشه، بیراهه رفت، مثل پدر من، عزیز من، جگرگوشه من، که ممکنه یه جور بیراهه بره، ولی پدر منه، برام عزیزه،
یه اشتباهی که یه دروغی گفت، یه فحشی داد، یه ناسزایی بر زبانش جا. ولی پدر من بازم عزیز، کارش خوب نی، آره اون حرفشو دوست ندارم. عزیز دردونه من، جیگرگوشه من، یه روزی یه حرف بدی به زبانش جاری شد، من اون حرف بدش رو قبول ندارم، ولی خب خیلی برای من عزیزه، جون من. اینو متوجه بشیم، میگم عیسی مسیح به خدای متعال یه وقت گفت خدایا میشه از سر تقصیرات ابلیس بگذری؟ حالا همه رو ول کردی رفتی سراغ شیطان، از سر تقصیرات مثلا اشکالی داره؟ خدا من دوست دارم از سر تقصیرات ابلیس بگذری. میشه خطاب رسید؟ چرا که نش. خدا شرطو شروع کنه؟ هیچ شرطو شروع کنه، فقط بگه که رب انی اخطأتو فرحمنی. ما اشتباه کرد، اشتباه من مثل بالاخره یه عمر بیراه رفتم، یه عمر طولانی چندین مثلا هزار ساله یا چندین میلیون ساله، چه میدونم، اشتباه است دیگه، اشتباه. عیسی مسیح آمد ابلیس رو پیدا کرد. خدا رحمتش کنه آقای بهجت این داستان رو نمید که داستان عیسی مسیح و اینکه شفیع ابلیس شد. بعد همینجور نقمی کرد و میرفت، چون اصلا کسی دنبال نمی کنه. خدا شاهده یه وقتایی میدم سر درس یه چیزایی میپرون میرفت، بعد اصلا کسی دنبالش نمی، ولی خواهی میخوای دنبال کنی دنبال کنی چیه داستان که چیه، که یعنی ماها اینقدر پرتیم، کسی دنبال این هست که ابلیس مشمول لطف پروردگار قرار بگیره؟ نه، خب همین مشکل جدی ما. بعد میگه آقا این خرابه جهانی چرا درست نمیشه؟ خب نمیخواد، شما اگه بخوای درستش کنی اینجوری باید درستش کنی که اونی که پایه‌گذار هر شرارتیه اونو خدا یه جوری بپذیره. بعد میگه شما میخوای او رو خدا بپذیره؟ میگه والا آخه چی؟ ها چرا تردید کرد؟ آخه نداره. من منتهای رسمن پیامبر اولو عزم پروردگار عیسی مسیح اون. حالا گفتم نمیخوام اینجا الان صحبت اینه، ولی صحبت رشده. موسای کلیم آمده خیلی هم رفته بالا، ولی تا عیسی مسیح کار داره، و عیسی مسیح هم خیلی رفته بالا، ولی تو پیغمبر اکرم خیلی کار. اینا رو که میگم نه برای اینکه مثلا ارد بیام که بعد پیغمبر ما، بحث ارد اومدن نیست، بحث این است که آقا یه مسیر طولانی رو باید رفت. این که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود آه من قلت الزاد و طول طریق، راه طولانیه و توشمون کم. این توشمون کمه یعنی چی؟ یعنی برای شخص خودش، نه آقا میخوایم دست جامعه بشری رو بگیریم، میخوایم این خرابه جهانی رو آباد کنیم، مملکت خودمون میخوایم آباد بشه. خب مملکت میخواد آباد بشه، چجوری آباد بشه؟ میگه آقا برو فکراتو درست کن، برو دلتو درست کن. تو دلت چیه؟ تو دلت هست که خدا از سر تقصیرات ابلیس هم بگذره؟ یا نه مثل جناب هابیل به قابیل میگه انی اورید ان تبوع به اثمی و اثمک، من میخوام هم گناه خودم هم گناه خودتو جمع کنی رو همش مال تو. که چی بشه؟ مثلا این چه حرفیه؟ بله خیلی روبرا بود از این نظر که دوست دارم این آیه رو تو سوره مائده بریم، همه اوائل سوره مائده است، از اونجا که میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تو آخرش رو بینه، آخرش قرآن میگه که بالاخره هابیل خیلی رو برا، ولی خب این مشکل هم باشه، نمیگه که این مشکله، قرآن فقط داستان رو نقل میکنه، میگه آقا میگیری بگیر. امیرالمومنین سلام علیه تو
جنگ خندق یا احزاب با عمرو بن عبدود روبرو شد، همه شنیدیم. حالا خیلی هم همینجور فلهی هرچی خواسته تو تاریخ چسبونده، ولی اونی که دقیقه و به امیرالمومنین میخوره چی؟ حالا امیرالمومنین همه کار کرد که اون نجنگه. اصرار نداشته باشه بر جنگ و کشت و کشتار، اون مصر بود و تنها راه برای امیرالمومنین این با همین قیودی که میگم، یعنی هم تو تاریخ هرچی نوشتن شما قبول بکنید سرت کلا رفته، هرچی برامون گفتن به اسم دین قبول بکنید، چون گفتن کی؟ یه وقت امیرالمومنین میگه، یه وقت نمیدونیم یکی گفته، میگن امیر، میگم کاری کردن که ما امیرالمومنین رو کردیم نماد شمشیر، کسی که اند عقل و منطق بوده فعلا شده برای ما نماد شمشیر، شمشیر میزد و بعد هم میگه آقا حیدری، طرف میگه امیرالمومنین شمشیر حیدری میزد. اینا رو بشینیم فکر کنیم، میگم وقت بعد تو همه چیز بعد یه ذره یه تجدید نظری بکنیم. امیرالمومنین میگه من فقط خوب میزدم، شما از من خوب زدن رو، خوب شمشیر زدن رو، خوب کشتن رو خودت متوجه میشی داری از اونی که الگو و اسوه خودت قرار دادی چی میسازی؟ همینجوری هر کی هر چی گفت پذیرفتی؟ همین دمش گرم. و مثلا اون دعاهایی که امیرالمومنین فرمود به اصحابش که دعا کنید اصحاب معاویه رو، اون الان کجای داستان، کجا جاش بدی؟ ولی امیرالمومنین تو داستان خندق و احزاب وقتی عمرو بن عبدود مقابل امیر، هر جوری به هر نحوی نگفتن، متاسف گاهی هم یه چیزایی گفتن تو تاریخ هم اومده، اونا رو هم نمیخونیم، فقط میگیم آقا جنگ کرد دهن طرف رو صاف کرد، اول و آخرش رو یکی کرد. ولی امیرالمومنین سلام، اگرم با کلی لابی، رایزنی، مذاکره، هیچ جوری قانع نشد، اصرار داشت بر جنگیدن و جنگید، امیرالمومنین فقط دفاع کرد. اما حالا تو این دفاع طبیعیه دیگه، شمشیر میزنه، امیرالمومنین ناچاره که تو شرایطی که میبینه فقط زبان او زبان شمشیر، کشتش. یه زره داشت عمرو بن عبدود، به قول خودمون خدا تومن قیمتش بود، خیلی میارزید. حضرت برگشت به زره هم کاری نداشت. خواهر عمرو بن عبدود وقتی آمد جنازه داداشو شد دید، گفت من رو کرد به داداشش، گفت من برا تو گریه نمی کنم، هر کی تو رو کشته به قول خودمون ناز شستش، نوش جان. گفتن چرا؟ که این زره داداش من خدا تومن قیمتش، مسلمان ها نون شبشون رو ندارن بخورن، این چقدر چشم و دلسیر بوده که این زره رو ول کرده، اصلا نگاهش هم نکرده. به امیرالمومنین اومدن گفتن آقا مسلمان ها نون شبشون رو ندارن، تو فشار فقر زندگی میکنن، خب حالا طبیعی بود شما این زره و فرمود که نه. گفتن چرا؟ امیرالمومنین فرمود یه حدیث پیغمبر اکرم، بس این حدیث نیست، بس این که این حدیث مسیر منو نشون میده تو زندگی من اینم. پیغمبر فرمود اکرمو کریم کل قومی،
یا عزیز کل قوم یا شریف کل. آقا یکی برای طایفه خودش پرستیجی داره، جایگاهی داره، عزتی داره، رئیس دیگه، کل هوادار داره. فرمود شما هم او رو تکریم. فرمود دیدم اگه لباسشو در بیارم لختش بکنم برهنه بشه خار میشه، نخواستم خار بشه. شما به عزت دشمن خودت فکر میکنی. من اینجوری، من که مایل نبودم که حتی کشته بشه، ولی خب خودش اصرار داشت. هر چقدرم که مصر بودم که دست بردار، میگفت تو میترسی. تو ما نمیترسیم، جون من، جون مادرت، به هر کی دوستش داری، به هر کی برات عزیزه دست بود. ما حاضریم به عزت دشمنانمون بیاندیشیم. ابی عبدالله این بود، امیرالمومنین اینجوری بود. وانا اینا گفت خانوادگی اینجوری هن. خانوادگی اینجوری هن چیه؟ یعنی مسیر اینه. تا ما به عزت همه و همه نیندیشیم این خرابه جهانی آباد نمیشه. خیالتون را یه حالا مثلا این همه میگه عاشورا، آقا عاشورا فقط میگه چجوری میشه همه مشکلات کل جامعه بشری رو حل کرد. خب تو برید ببینید ابی عبدالله کی بوده. همینجوری نگیم حسین. این حسین کی بود؟ این که تو روایت داریم زیارت عاشورا فقط با معرفت. این همه مثلا در مورد فضیلت زیارت عاشورا میگه عارفاً به حقه. عارفاً به حقه یعنی بفهم که کیو داری میگی. حسین، حسین کیه؟ اگه میفهمی خوب باش برو، یه سلامم بدی خیلی میارزه. ولی اگه نمیدونی ابی عبدالله کیه، خب اصلا شما برو یه عمرم خودتو وقف ابی عبدالله کن. ابی عبداللهی که کی بوده چه میدونم، خیلی خوب بوده. ولی خیلی خوب بوده یعنی چی؟ بدونیم ابی عبدالله کی بوده. اصلا تو خونمونم برای خودمون به اندازه خودمون یه ابی عبداللهی میشیم، ولی خب نمیدونی. بفرمید. سلام علیکم. دیشب من حدیث ایام ابن شبی با میدیدم. بله بله. آقا علی ابن مسترزا اون حدیث فرمیش کردن که یه جایی فرمیش کردن که خدا ابدا این قطره کربلا رو نیام برد. بله. این برام عجیب بود. با توجه به اون فرمیشات شما که حالا بلا خدمت بودم بیشتر هست کنم که اون تعریف خدایی که از ده هم بود را خدا هم ده ایشون فرمیش میکنن ابدا نیام برد. بله. خدا قطره نیام لهم ابدا ابدا شد. من در این بیا کنیم ولی آقا همه شدن ابدا خدا اینا رو نیام دعا یعنی شاید بشه بود لفری نمیده. آره برید طبق معمول، منم جواب طبق معمول میدم خدمتتون. عرض کردم دیگه هر چی خواستن به نام پیغمبر اکرم و اهل بیت و امام رضا و اینا اوورد، زحمت کشیدن بنی امیه و بنی عباس دیگه، بالاخره که ما مسیر رو یه وقت خدای نکرده درست نریم. هر جام هر چی لازم هست اضافه کردن، اضافه میکنم. من الان اصراری ندارم به اینکه چی دقیقا اضافه است، اما دوست دارم خودمون متوجه بشیم که چیا رو اضافه کرده. مسیر اهل بیت چیه؟ اهل بیت دنبال چیان؟ پیغمبر اکرم دنبال چی؟ قرآن دنبال چی بود؟ که میگم حالا یکی مثل پیغمبر اکرم رو میخواد توضیح بده قرآن رو برای ما، که چی؟ که آقا یه کسی که بی نهایت رحمت بیاد من ارحم الراحمین رو توضیح، حقیقت قرآن رو که رحمت بی نهایت توضیح. و یعنی فرامون
من بخوام دست بگذارم، مثلا نمیخوایم دست رو همه چی بذاریم بعد همه جا دعوا درست کنیم، ولی به این توجه کنیم که آقا امام رضاست، امام رؤوفه، مسیر پیغمبر اکرم رو داره میره، مسیر امیرالمومنین داره میره، مسیر قرآن رو، و مسیر قرآن این. اما اگر حالا من اون عبارت رو بازم نگاه میکنم، حاضرم هستم بشینیم با هم نگاه کنیم اون روایت رو کامل، که کاملا معلوم باشه که اگر بتونیم یه معنای درستی براش بکنیم قبول میکنیم، اما اگه نشه ما تعارف با کسی نداریم. که هر چی میخوان، توی طرف آمده بود از دعاهای صحیفه سجادیه، من گفتم شما میدونی 8 تا صحیفه سجادیه نوشته شده، و این 8 صحیفه سجادیه نوشته شده یعنی چی؟ خوب نوشته شده دیگه. نمیخوام بیشتر از این تو این فاز ادامه بدم، که اون وقت یه وقتی حرفایی میزنم میگن خیلی دیگه شد ناپرهیزی، ولی اینطوریه. ته داستان همینه. آقا تو دلت چیه؟ میخواییم دست همه رو بگیریم. ابی عبدالله دنبال این بود دست همه رو بگیره، که بازل مهجته فیک لیستنقض عبادک. ابی عبدالله به نجات آدم ها، به نجات جاهل ها می اندیشید. جاهل ها کیان؟ جاهل رأس رؤوسش ابلیس، یزید، عمر سعد، شمر، عبیدالله زیاد، خولی، سنان، چه می دونم هرچی شما بخواید. خب اینا ابی عبدالله به نجات اینا فکر می شه. ما به نجات این همچین کسایی فکر میکنیم، برن گمشن فلان فلان. ببین این حاله، این برن گمشن مردشو همشونو ببره. و اگر به این آیه قرآن نگاه کنیم که قرآن میفرماد ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، نمیگه بالمؤمنین، میگه ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. اگه بدونیم خدا چقدر به بنده هاش حساسه، عرض کردم از شمر بیزار باشی به معنای اینکه از شمرگریش بیزار باشی خیلی خوب، اصلا دیگه خودت شمر نمیشی، بارت هم بسی، دمت گرم. ولی یه ذره تندتر بری خدا میگه نگاه کن بنده منه، با شلوغ نکن، شلوغ نکن، بیا کنار بنده منه، منم حساسم به بنده هم. اگه مثلا فکر میکنم میگه طرف گفت که مثلا فلان بزرگ، نمیدونم مرحوم سید بحرالعلوم یا مثلا سید شفتی کی فلان بزرگ، خیلی هم موفق بود تو کار خودش، دلیل موفقیت گفت آقا یه سگی با توله هاش گرسنه بودن و اینم یه تیکه مثلا جیگر خریده بود ببره خونه بخوره، جیگرها رو انداخت پیش سگا و دیگه از اون روز اصلا زیر و رو شد همه چی براش. و میگه دنبال سگ گرسنه میگردی؟ خدا میگه ناکن، چه سگ، چه گربه، چه مورچه به تعبیر امیرانه، من حساسم به مخلوقات خودم. شما متوجه میشی؟ به همون اندازه که مثل من رأفت و رحمت داریم نسبت به همه مخلوقات. امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه والخلق کلهم عیالک و فی قبضتک، خدا تمام مخلوقات عالم عیال تو هستن. عیال یعنی چی؟ و از این همه برا من محترم. خدا میگه که اگه کسی اینو متوجه بشه بار خودشو بسته. بله بله، یعنی اگر این خودش باشه و خودش به خاطر این کاری که میکنه تا آخر همجوری ناقص میمونه، ولی این کار خودش، نه به این معنا، نه میخواد توجه به این بده. ببینید وقتی این چشم من نابینا شد به هر دلیلی، داشتم یه جا رفتم یه شاخه درخت خورد به چشم من و تمام، خب دیگه چی دیگه، این چشم رفته، میگن آقای عبدالهی باید خالیش کنی. چشم پزشک فوق تخصصش میگه این دیگه به درد نمیخوره، باید خالیش کن.
میگم حالا اگه یه کسی رو پیدا کردیم مثلا وصیت کرده که عضو منو اهدا کنید تو شرایطی که بدنش گرمه، مثلا مرگ مغزی شده، میگم اون یه چشم دیگه است. بقیه شو دیگه نگفتن به ما. اگرم بیان بیان آقای عبتی حواستو جمع کن، مراقب چشمت باش، یه ذره گرد و خاک رفت تو چشت، اینجوری چشتو هی نمال بابا، آسیب میبینه این گرد و خاک، چشمو که نمیمال، خاصی برو شستشو بده. همون اینجوری چشتو میمالی یه وقت همین گرد و غبار چشمتو از بین میبره و چشمت از بین بره چیکار کنیم؟ خب دنبال یه مرگ مغزی میگردیم که اونو اهدا کنه. یا میدونی که اهدای عضوم بکنن، این عضو من نیست، تمام سیستم دفاعی بدن علیهش فعال میشه تا زمانی که هست. اینجوری هم نیست که حالا مثلا کسی کلیهشو عوض کرد، کبدشو به هر دلیلی، قلبشو دی... نه آقا، سیستم دفاعی بدن تا آخر میگه من اینو به رسمیت نمیشناسم، این عضو من نیست. درد سره. ولی خب حالا یه کارایی کردیم، حالا فعلا یه چشمی براش درست کردیم دیگه. بعد اینا اما خدای متعال میگه نکن، اینا که دارم میگم اینا نتیجه طبیعی کارای درب و داغون شماست، من چی کارم؟ میگه اونا رو جای دیگه گفتم، ولی اینو میگم فقط برای اینکه مراقبت کنی. دروغ میگی و تو دروغ ثابت قدم هستی، قصد اقامت کردی، دست بردارم نیستی، خب یعنی چی؟ بعدم اینو با خودت میبری اونور، خب قصد داری تا آخرم ادامهش بدی دیگه. بابا جون من کوتابی، یا اگه ادامه دادی بله، هم فیها خالدون ابدا ما دامت السماوات والارض، من بقیهشم بگم، قرآن میگه، سوره هود. بعد خب همین میگه، این که آخر قرآن نیست، قرآن میگه که الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یری. خدا میگه آره شما اینید، ولتونم کنم میرید تا آخر تو جهنم حسادت قوتور، قصد اقامتم میکنی، بیرون بیام نیستی، چینه ای میشی، هرچی هم میگن آقای فلانی جانم، حالا ولش کن، اصلا برای اینکه خودت عشق کنی تو این عالم، تو دنیا خوش بگذرونی، ته دلت نگه ندار، این زندگی رو کوفتت میکنه. رفتی تو یه جای خیلی خوش آب و هوا، همسرت هم فوق‌العاده خوب، بچه‌هات هم همه دسته گل، خیلی خوبه، ولی ته دلت نسبت به یه کسی کینه داری، اسمش کیه میاد میگی خب بابا عشق کن تو عالم، چه دندوناتو به هم فشار میدی، نمیتونی عشق کنی. ای به ما گفتن بگذر، برای این گفتن، آره برای این که خوش بگذرونی توی این عالم، ولی ته دلت یه تیکه آتش نگه داشتی، ولش هم نمی کنی، میگه مگه اینکه فلانی رو نبینم. و تو بهترین موقعیت، تو اوج، همه چی هم را دستش، رله روبراه، ولی میگه من نگفتم اسمشو جلو من نیاری. حالا جالبتر از همه اینو بگم براتون، میگه پیغمبر اکرم قاتل حمزه رو بخشید، ولی بهش فرمود که غیب وجهک عنی. واقعا ما راجع به پیغمبر اکرم اینجوری فکر میکنی که دیگه نبینم اتا. حالا ببینیم، میگم قرآن، پس اینی که قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، این چیه؟ هر چی گفتن ما هم قبول کرد. نه مشکل اینه. حالا وقتم گذشته با، ولی چون شب دوم معمولا یه کلمه میگن، بذارید این یه کلمه رو من بگم، انشالله استفاده میکنیم. امام سجاد فرمود، ما این حدیث رو خیلی بهش توجه کنیم، ما من نبیین الا وقد زار کربلا، پیامبری نیومد مگر اینکه کربلا رو زیارت. خب هنوز که هیچی نشد، باشه
پیامبرن، خبر دارن تو باغن، که اینجا درسته الان هیچی نشده ولی بعدن یه چیزایی میشه، یه خبرهایی میشه. این تا آخر که اینجوری نمیمونه. گفت صاحبش میاد. صاحبش کیه؟ فرمود ما من نبیین الا وقت زار کربلا و قال فی که یطفن القمر الازهر. یکی میاد تو در آغوشش میگیری و اون محشریه. حالا این چیه؟ میگه که انبیا خیلی بالا رفتن ولی میان این رفت بالا. همشون مژده میدن به زمین کربلا خوش به حالت، تو بدن او رو در آغوش میگیری. همون جمله‌ای که امام سجاد هم وقتی میخواست بدن رو دفن کنه میگه رگ‌های بریده رو گذاشت رو خاک، بعد فرمود توبا لارض تضمنت جسدک شریف. خوش به حال اون زمینی که بدن تو رو بغل میکنه. و اونم چه زمینی خواهد شد؟ بعد اون شفا میده. میگه چرا شفا میده؟ اون دلیلش مهم، دلیلش اینه که این همه رو میخواست، همه رو دوست داشت، خیرخواه همه بود، بعد هیچ کیو همین. اینجوری بشیم آقا بدنمون توی زمینی هم بره، اون زمین خودش تربتش میشه شفا. ولی کی اینجوریه؟ امیرالمومنین آمد کربلا، هنوز کربلای نبود، تو صفین. وقتی برگشت ابن عباس میگه اومد رسید همین جایی که ابی عبدالله به شهادت رسیده، همین جا میگه دیدیم امیرالمومنین سلام علیه وضو گرفت، ایستاد به نماز، چاکری دو رکعت نماز، چهار رکعت، شش رکعت، میگه سلام ما شاء ان یصلی. از هی نماز آقا اینجا اگه مسجدم باشه دو رکعت نماز میکنن تمام. فرمود چون میدونی اینجا کجا؟ اما هاهونا مسار او عشاقه، لم یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من کان بعد. یه کسایی میان اینجا، من بخوام تو یه کلمه بگم امیرانی میگه با اینا عشقن، عشقن به همه عشق میبرد، اینا به دشمنشون هم عشق میبرد و دوست دارن دشمنشون رو هم روبرا کنن، ازش دستگیری کنن. کربلا بی خودی کربلا نمی، آقا راز این که جامعه بشری نجات پیدا کنه با ایناست. چرا؟ میگن آقا فقط باید عاشق بود، اگه عاشق همه شدی اون وقت مشکلات عالم حل میشه. ولی خب مشکل این است که ما اصلا ما کسی رو دوست، ما خودمونم دوست نداریم، زن و بچه‌مون هم خیلی زوری دیگه. حالا خب خیلی بیریخته آدم زن و بچه‌ش هم دوست نداشته باشه، و یعنی که مثلا چی؟ من سراغ دارم یه بزرگواری، نمیدونم از دنیا رفته یا نه، خیلی هم متدین، بینه از نظر جانماز آب کشیدن که همه متدینیم. سه تا زن داره، کلی بچه، هر شب تو سویت شخصی خودش 20 سالشو من خبر داشتم، نمیدونم از دنیا رفته یا نه، 20 ساله همون وقتی رو که یادم هست و هنوز از دنیا رفته دارم میگم، ولی شاید هم از دنیا رفته نمیدونم. 20 ساله هر شب تو سویت شخصی خودش تنها میخوابه، یعنی گور پدر زن و بچه. امیرالمومنین عاشق ابن ملجم، میفهمی یعنی چی؟ و هرچه هست تو همین عشق، با گفت فقط عشق حقیقت دارد. و یکی مثل ماندلا میگه که بیایید از سر
محبت و عشق تصمیم بگیریم، نه از سر خشم و نفرت. میگه بیایید به آزادی ظالم فکر کنیم، چون تا ظالم ها اسیر خشم و نفرتن، جای ما مظلوم ها تو زندان. ولی میتونیم ظالم ها رو از اسارت خشم، خب اونا از ما خوششون نمیاد دیگه، ظالمه دیگه، چون خوشش نمیاد، از من متنفره، خشمگینه. وقتی هم خشمگین شد، نتیجه خشمش اینه که من باید بیفتم تو زندان تا اون جگرش خنک. ولی بیایم از سر عشق و محبت تصمیم بگیریم، نه از سر خشم و نفرت. تا اسیر خشم و نفرت هستیم، عالم همین است که نه اینکه بگیم حالا ظالم ها فقط اسیر خشم و نفرتن، هممون اسیر خشم و نفرتیم. خدا رحمت کنه. من فقط دیدم آقای بهجت حواسش بود، این جمله رو فقط ایشون میگفت، میفرمود کنار بستر پیغمبر چیکار کردیم، نمیگفت چیکار کردند، میفرمود چیکار کردیم بعد از رحلت پیغمبر، چیکار کردیم عاشورا، چیکار کردیم بعدش با امام رضا، چیکار کردیم. یعنی فکر کنیم مثلا مأمون از جهنم اومده و ما بهشت اومدیم. هممون از لاف بیرونیم. گفت گر حکم شود که مست گیرند در شهر، هر آن که هست گیرند. مثلا حواسمون به ابی عبدالله میگیم آقا میشه یه جو از اون حال تو به ما بدی؟ همش همین، تو عشق عالمی، میشه از اون عشقت به منم بده؟ هم خودم مست میشم، هم همه عالم رو مست میکنم. بعد من میگیم همه دارن تو عالم عشق میکنن، چرا؟ چون یکی پیدا شده همه رو دوست داره و دست همه رو میگیره و این عشق جهانی خواهد شد. این است که میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.